سرخط خبرها. متاسفانه خبر ناگوار باز هم نشر شد. لطفاً این خبر مهم را در لابلای این گزارش تماشا کنید. افزایش خشونت‌های خانوادگی، یک زن جوان در فاریاب خود را حلق‌آویز کرد. جنبش زنان مقتدر افغانستان، رفتار طالبان در برابر زنان جنایت علیه بشریت است. و بازگشت پیش از 1000 مهاجر افغان از ایران. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. افزایش خشونت‌های خانوادگی، یک زن جوان در فاریاب خود را حلق‌آویز کرد. منابع محلی در فاریاب از خودکشی یک زن 21 ساله در این ولایت خبر می‌دهند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید می‌کنند که این زن هیدگل نام داشت و دوشنبه 24 میزان در روستای ارزلدیق ولسوالی قیصار خود را حلق‌آویز کرد و به زندگیش پایان داده است. منابع انگیزه خودکشی ایدگل را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرده و می‌افزایند که او دو روز پیش به دلیل لد و کوب از سوی شوهرش به فرماندهی امنی طالبان در قیصار شکایت کرده بود. به گفته منابع، شوهر این زن پس از شکایت او از سوی طالبان بازداشت شده بود، اما دوباره آزاد شد. منابع می افزایند که طالبان شوهر ایدگل را پس از خودکشی وی دوباره بازداشت کردند. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. گفتنی است که از زمان تسلط دوباره طالبان به این سو، آمار خشونت‌های خانوادگی و خودکشی‌ها در میان زنان در کشور افزایش یافته است. آگاهان گسترش فقر و نبود نهادهای رسیدگی به خشونت علیه زنان را از عوامل افزایش این گونه رویدادها عنوان می‌کنند. باز هم یک خبر بعد به نشر رسید. یک سرباز پیشین ارتش و یک غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. در ادامه بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و قتل‌های فراقانونی طالبان در افغانستان، منابع در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان روز سه‌شنبه 25 میزان از کشته شدن یک سرباز ارتش پیشین افغانستان خبر دادند. در همین حال، منابع در پنجشیر نیز خبر کشته شدن یک غیر نظامی در زندان طالبان را تایید کرد. به گفته منابع آگاه، عبدالقدیر، یکی از اعضای ارتش پیشین افغانستان، روز دوشنبه در شهرستان خان‌آباد ولایت قندوز کشته شده است. منابع تایید کردند که اعضای طالبان این نظامی پیشین را نخست از خانه‌اش بازداشت و سپس تیرباران کردند. در همین حال، یک منبع دیگر از بازداشت یک نظامی سابق که به تازگی از ایران برگشته بود خبر داد. و گفته این منبع، شمس الحق یوسفی، عضو نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین افغانستان که پس از سلطه طالبان به ایران پناه برده بود، اخیراً از ایران اخراج شده و به پنجشیر بازگشته بود که اعضای طالبان روز دوشنبه او را در ولایت پنجشیر بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. طالبان دو هفته پیش نیز یک نظامی پیشین به اسم فرمانده حیدر اشکاشمی را در مسیر تخار قندوز بازداشت و تصاویر اسارت او را در حالی که به شیوه تحقیرآمیز تحت شکنجه بود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در همین حال، از بازداشت و کشته شدن غیر نظامیان به اتهام همکاری با جبهه‌های مخالف طالبان یا استناب به شهرهایی که بیشترین مخالفان طالبان در آنها حضور دارند هم اخبار وجود دارد. یک منبع آگاه در پنجشیر به اندپندنت فارسی گفت که متیولا فتحزاده، یک جوان غیر نظامی اهل ولایت پنجشیر که حدود ماهی پیش بازداشت شده بود، روز دوشنبه در زندان طالبان جان باخت. این منبع تصریح کرد متیولا به اتهام آشوبگری طالبان بازداشت و به یک سال زندان محکوم شده بود. او تایید کرد که این جوان پنجشیری زیر شکنجه طالبان و در زندان کشته شده است. طالبان در دو سال گذشته بازداشت و کشتار خودسرانه مخالفانشان را به شکل بی‌رویه ادامه دادند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها درباره این موضوع تحقیق کرده و این موضوع در رسانه‌ها نیز بازتاب یافته است. در آخرین مورد، دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما در گزارش 800 مورد قتل، شکنجه و بازداشت نظامیان دولت پیشین افغانستان را مستند کرد. اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده و مدعی‌اند که فرمان عفو عمومی را که رهبری این گروه صادر کرده اجرا می‌کنند.
جنبش زنان مقتدر افغانستان، رفتار طالبان در برابر زنان جنایت علیه بشریت است. جنبش زنان مقتدر افغانستان میگوید که رفتار طالبان در برابر زنان به تمام معنا جنایت علیه بشریت شمرده می شود. این جنبش روز سه‌شنبه 25 میزان با نشر اعلامیه در پیوند به حاشیه رفتن و وضعیت بد حقوق بشر و زنان در افغانستان گفته است که طالبان از تمام ابرازهای خشونت‌آمیز و فرمانهای منع کننده بر زنان استفاده و پیش از نیمه جامعه را حذف کرده و به حاشیه بردن. به گفته این جنبش، عملکرد طالبان در قبال زنان مصادق بارز تمام جنایت‌های ضد انسانی می باشد و نیازمند بررسی توجیه عمیق و گسترس نهادهای بین‌المللی است. در اعلامی آمده است تمام سازمانها و کشورهایی که به اعلامی جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر متعیدند باید در خصوص جنایت طالبان در قبال زنان سکوت نکنند و طبق میثاق‌های پذیرفته شده حقوق بین‌المللی عمل کنند. جنبش زنان مقتدر افغانستان خاطر نشان کرده که وضعیت رقیق‌بار زنان فاجعه ژرف‌تر و دردناک‌تر است که جامعه را به سوی قهقرا می‌برد. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های زیاده را علیه دختران و زنان وضع کرده است. بازگشت پیش از 1000 مهاجر افغان از ایران. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از برگشت پیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده و میگوید که پیش از 1000 مهاجر از ایران تا دو روز گذشته به کشور بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفته که در جریان دو روز گذشته 1323 مهاجر افغان از ایران به کشور برگشتند. طالبان گفته که شمار از این افراد به گونه داوطلبانه و شمار دیگری به گونه اجباری بر کشور بازگشتند. وزارت مهاجرین طالبان افزوده که برای 208 تن از این افراد مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. در ماه‌های اخیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان افزایش یافته است. آخرین وزیر امور زنان در حکومت پیشین. جامعه جهانی نمیداند با افغانستان چی کار کند. آخرین وزیر امور زنان حکومت پیشین افغانستان گفته که جهان این کشور را رها کرده و نمیداند با این کشور چی کار کند. و گفته حسین آصفی، نشست‌های بین‌المللی که درباره افغانستان برگزار می‌شوند نتیجه عملی ندارند. خانم صافی افزود که نشست‌ها نمی‌توانند در زندگی کسانی که در افغانستان با ناامیدی روبرو هستند و در معرض خطر و محرومیت قرار دارند تغییر بیاورند. او در مصاحبه با الجزیره که روز دوشنبه 24 میزان پخش شد گفت واکنش جامعه جهانی به بحران انسانی جاری در افغانستان نیاز به بازنگری دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.